سلام و شب شما بخیر شما بیننده تحول هستید ملاتیف محمود هندوستان به مسابه چهارمین اقتصاد جهان و چهارمین قدرت نظامی در جهان در جنوب آسیا به مسابه یکی از وزنه های بزرگ سیاسی تلقی می شود از آنجایی که جنوب آسیا تای نزدیک به دو سده حوزه نفوذ بلاک غرب بوده بلکه این نقطه در واقع مورد توجه بلاک شرق نیز بوده تلاش های گسرده طی نیم سده اخیر تلاش گرفت صورت گرفت تا به آبهای گرم از طریق اوزه بلاک شرق گام ها برداشته شد و می رقم از طرف بلاک غرب هم تلاش های صورت گرفته افغانستان در این میان نقطه تزاد منافع برخی از کشورهای کوچک در منطقه و دو غول کلان هم واقع شده است آل سوال که پیش میاد این است که تأمین روابط با هندوستان به مسابقه یک وزنه بزرگ اقتصاد سیاسی و نظامی در منطقه چقدر به سود افغانستان است و داشتن روابط با اندوستان چقدر میتونه روابط افغانستان را روابط تجاری اقتصادی فرنگی افغانستان را بگسترانه تایی 13 سال گذشته رئیس جمهور کرزی تلاش های زیاد را به خاطر پررنگ شدن روابط افغانستان با اندوستان انجام داد علا رغم این که پاکستان در جهت تهدید روابط افغانستان با هندوستان گام را برداشت اما این رابطه همچنان پابرجا باقی ماند با شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان روابط افغانستان با پاکستان داره خیلی نزدیک میشه و تصور میره که روابط افغانستان با هندوستان کمرنگ شود گفته میشه که هندوستان در حاشیه سیاست خارجی افغانستان قرار داشت تا پاکستان در حالی که برعکس در 13 سال گذشته این مسئله مطرح بوده سوال اساسی این است که افغانستان در سیاست بین المللی یا سیاست منطقی خود چرا پیوسته با یک طرف نزدیک شده و طرف با طرف دیگه دور باقی مانده چگونه باید با خرد سیاسی یا با توسل به خرد سیاسی توانست تا روابط مبتنی بر منافع متقابل را با شش کشور همسایه و همینطور با کشورهای منطقه بویژه با قلمرو جنوب آسیا تامین بکنیم هرچند بحث های مطرح است که افغانستان با پاکستان خیلی نزدیک شده و اندوستان در آشیا باقی است که در پیوند به این مسئله اندوستان هم برخ بنابر شکنندگی امنیتی بعد از خروج نیروهای های خارجی از افغانستان برخی از پروژه های بزرگ اقتصادی خود را به تعلیق برآورده از طرف حکومت افغانستان هم یک پروژه بزرگ 400 میلیون دلاری پاک اندوستان را در افغانستان به تعلیق آورده در یک ساعت در این بس این بس را دنبال خواهیم کرد با میرزا محمد یارمند موین پیشین وزارت داخلی افغانستان عبدالرحیم سیدی استاد دانشگاه و سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه اما پیش از آن وقفی کوتاه بالا محمود نخستین پرسش را با شما آغاز میکنیم آقای رحیمی داشتن رابطه استراتژیک با هندوستان چقدر به نفع افغانستان است رحیم سلام خدمت شما و بینندگان و و عزیز ارجمند شبکه جهانی آریانا نیوز و همکاران حاضر در بحث روابط افغانستان و هند رابط دیری نیست از زمان شکل گیری در واقع به صورت طبیعی افغانستان باشه به قرار در دوره کمپانی هند شرقی روابطی رو داشت ولی ای روابط عمدتا خیلی مناقشه برانگیز بود از همون دوره‌ای که کمپانی هند شرقی مسلط بود بر حوزه مرزهای غربی افغانستان از منظری باید بگیم که بعد از در شکری پاکستان و کشور هند در سال 1947 روابط افغانستان با هند تابعی از روابط بین پاکستان و افغانستان هم شد به نحوی نوع رقابت بین هند و پاکستان تاثیر داشت بر نوع روابط بین افغانستان و پاکستان و همچنین افغانستان و هند به نحوی رابطه استراتژیک بین هند و افغانستان بیشتر از آنکه کتابه ملاحظات اقتصادی و سیاسی دو کشور باشد تابع ملاحظات امنیتی منطقه‌ای و ملاحظاتی بود که بین هند و پاکستان در, را در موضوع افغانستان وجود داشت افغانستان از این منظر بیشتر بهره برد از رقابت استراتژیک بین پاکستان و هند در معادلات ای و آسیب پذیریش از طرف پاکستان گاهی اوقات به دلیل نوع تعاملاتی بود که هند و پاکستان با هم داشتن اما به یک نحوی باید گفت که تعاملات وقتی ما صحبت از تعامل استراتژیک بین هند و افغانستان میکنیم در یک جای یک, یک وقفی یک مکسی باید کرد که آیا واقعا تعامل بین هند و افغانستان استراتژیک بوده یعنی اینکه هندی ها تعاملات منطقی رو بر اساس نوعی که نگاهی که افغانستان به سیاست خارجی یا سیاست منطقی داشته تنظیم میکرده و بالعکس افغانستان تعاملاتش رو در سطح منطقی متناسب با بله. نگاهی که هند در مسائل منطقی داشته تنظیم میکرده من میخوایم رو بگم که سخت است بگوییم که رابطه بین هند و افغانستان استراتژیک بوده خب حداقل تا 13 سال گذشته ما شاید یک روابط حسنه میان افغانستان و هندوستان بودیم که ابتکارشان بیشتر برای جمهور پیشین افغانستان برمیگرده اما با شکلگیری فصل جدید سیاسی در افغانستان تصور میشه که هندوستان به هاش یکشانیده میشه و باز هم سیاست خارجی افغانستان در جنوب آسیا در طبیعت با نگاه پاکستان شکل گیره موافق هستین من فکر میکنم که تازه ما داریم به او اصول و منطقی که سیاست خارجی افغانستان در حوزه منطقی حکم میکنه میل پیدا میکنیم یعنی که موافق نیستیم بگوییم که افغانستان به سمت رویاوری و افغانستان به سمت پاکستان به معنی دوری از واقعیت های سیاست منطقی است به این معنی که افغانستان کشور همسایه پاکستان است یا پاکستان کشور همسایه افغانستان هست و اولویت های امنیتی اقتصادی و سیاسی ما بیشتر گره بخورد با پاکستان تا هند درست است که هندی ها شاید تا سه میلیارد دلار به افغانستان کمک کردن اما هزینه هایی که افغانستان به دلیل تنش با پاکستان مواجه شده در 13 سال گذشته بالای 10 میلیارد دلار است یعنی اینکه ما اگر بتوانیم سطح تعاملاتمون رو با پاکستان به عنوان کشور همسایه با مرزهای مشترک طولانی که داریم بهبود ببخشیم به میزانی ده برابر بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم در رابط با هند سود خواهیم کرد اشتر. از این منظر من فکر میکنم که تعاملات افغانستان با پاکستان استراتژیک است تا هندی که در منطقه هست و به صورت طبیعی ما باید تعامل داشته باشیم اما اولویت با پاکستان است که باش مشکل داریم بله آقای سعیدی این بس خیلی مهم است که داشتن رابط استراتژیک با پاکستان چون پاکستان اولین کشور است که با افغانستان تعاملات بیشتر تجارتی داره هم مرز هستیم ولی محدودیت هایی را بر گسترش تعاملات تجاری با هندوستان هم بر ما وضع کرده ما علیرغم الرغم موافقت نامه هایی که با هندوستان امضا کردیم نتونستیم به بندر واقع و قاسم هندوستان کالا برسانیم و از جا کالا بیاریم از نگاه تجاری چقدر این محدودیت ها بر اقتصاد افغانستان تاثیر سو دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند مهربان و و سلام و عزیز دارم خدمت شما و میمانان عزیز و بینگان محترم تلویزیون شما بدون شک قبل از بحث و سوال مشخصی که شما کردیم میخواهم میخوام علاوه بکنم سری صحبت که جناب رحیمی سب داشتن یعنی در طول تاریخ هند و افغانستان هند و افغانستان متحد استراتژیک بودن اما ای مد... این متحد استراتژیک اقتصادی تبدیل نشده به خاطر از که خوب هندم دی متاسفانه چهار دهه ای که نابسامانی هایی که در داخل افغانستان بود و مشکلاتی که بود هندم اون انکشاف و توسعه که باید می‌داشت و امروز که پیشتر شما در گزارشتان بسار برجسته گفتین که امروز هند چهارمین اقتصاد دنیا هست ای چه هند چند, چند دهه پیش نداشت به ای خاطر شاید نداشت اما در طول تاریخ افغانستان و در طول تاریخ هند که می به استثنای دوره طالبان هند و, 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 و افغانستان این دارای یک یک رابطه بسیار تاریخی نزدیک و دوستانه داشتن ده بلکس که رابطه افغانستان و پاکستان فراز های بسیار زیادی را داشتند حالا آلا... این مشخص سر سوال شما که چی تاثیراتی میتونه بگذاره سر رابطه تجاری افغانستان و پاکستان بدون شک درست است که پاکستان امروز در سطح رابطه تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و با دنیا میبینیم پاکستان اولین کشوری هست که با افغانستان رابطه تجاری داره یعنی بالاتر شاید گسترده. از دو نیم میلیارد دلار تنها با افغانستان تجارت داره ریکارد و ارقام و اعداد رکوا دارن و افغان او از حدود شاید یک 250 میلیون یا 200 میلیون دلار زی صادرات افغانستان باشه اما با بعد متحد بعدی ما هست بحثی مهمی است که ما در هند هم بسیار یک مارکت بزرگ داریم اما همون قسمی که شما گفتین این مال باید یا از طریق زمین بره و, ترانزیت و... به هند و یا از طریق هوا ما حداقل ترانزیت زمینی رو بهش دسترسی پیدا بکنیم تا امتعه و کالای افغانستان با تسهیلات خوب به بنادر ان برسه و از ما کالای ما با قیمت پایین برسه و منافع خود را داشته باشیم خب اما قسمی که این معلوم است توان از طریق هوا ما را نمیتونیم به ساز زیاد قیمت از باید از طریق زمین شوه و از طریق زمین هم بعد یک مقدار میتونه که اگر از طریق بندر واقع پاکستانی هم قسمی که در موافقه نامه افتای و دولت افغانستان کردن 4 سال شده و متاسفانه بسیار بل نشد گرچه چند هفته قبل ما به شکل نمایشی دیدیم که چند تا حامل بال تر... مال ترانزیتی افغانستان تا واگه رفتن اما کاش رو چند سال قبل یا مثلا یک دهه قبل یا آغاز میشد و اجازه میدن که مال میرفت به هند و همچون از جانب هند به تانکی بیاره که او در او موافقه نامه میره نپذیرفتن مشکل ما است که با وجودی که یعنی او کوتاه‌ترین راه هست دیگه ما راه مثلا خطی ریل یا نداریم یا برای بحری که حتی از قاسم و کراچی اونجا برن یا چابهار و بندرعباس بسیار مسیرهای طولانی هست و یک مقدار گران تمام میشه اما با وجود از هم اگر از طریق قاسم و مثلا بندر کراچی پاکستان مشکل خل نکنه و اجازه بده هم یک تشکل. مارکت بسیار کلان برای تولیدات افغانستان است مخصوصا برای میوه خشک و خالی اخیرا و خیلی از تولیدات دیگه افغانستان داره اخیرا پریز مشرف با سرات افغان گفت که پاکستان از سال 2001 بدین سو از ابزار گرم افراطیت به ضد منافع هندوستان در قلمرو افغانستان و به خاطر ای که افغانستان با این روابط نزدیک داشت استفاده کرده آیا این حق را پاکستان برای خود داره که چنین بکنه؟ آیا افغانستان چرا تحت سیطری سیاست خارجی یک کشور دگر روابط خود با کشور دگر تأمین بکنه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم خدمت هر شبه که پاکستان از بدو ایجادش ما شما میدانیم که اونا تحمل یک افغانستان موافق به هند و مخالف به پاکستان بنا اینکه افغانستان اسباب قدرتمند شدن خود نداشت با نظر داشت ای که از طرف شرق به پاکستان و از طرف غرب به ایران و محدود بود و تمام کالاهای از یزو طریق می آمد ناگزیر یک رابطه باید می داشت با افغانستان که این رابطه همیشه تا هم با یک نوی از قدرت من بودن و حاکم بودن را نشان میداده که چون افغانستان مشکلات فراوانی داشته از لحاظ اقتصادی و همچنان تردد طلبا و علما و که از افغانستان همیشه می رفتن به طرف پاکستان و مدارس تحصیل می این مسائل همیشه وجود داشته و اختلافات که در زمان سردار داود و و همی ترتیب در زمان دومد ترکی یفیز ببرکارمل و برکارمل تا زمان حکومت مجاهدین حالا که طالبا در حالت انقراض هستند از طرف پاکستان و نو صدای پای دایش شنیده میشه این حرکت ها در مجموع قسمی بوده که افغانستان همیشه متضرر ساخته و همیشه دچار مشکل ساخته 36 سال اخیر این بسیار سالهای دردنگیز بوده هم به مردم افغانستان که مردم افغانستان در جهاد علیه شوروی قرار گرفتن و سیل به طرف پاکستان رجوع کردن و پاکستان با نظر داشتی که در ادوار مختلف تانسته رضایت دنیا را حاصل بکنه مثلا در زمان با کنیدی ایوب خان رئیس جمهورش میگه که اگر شما بخواین در آسیا بالای کسی اتکا بکنین که او در پشت سر شما قایم استاد باشه او پاکستان است به همین ترتیب از با اتحاد شوروی وقت بسیار زود کنار میه با چین بسیار خوب کنار آمده و از یک از متحدی نشست به همین رقم کشورهای خلیج تا سعودی اینی تا که با مهارت های لازم خود در منطقه بسیار خوب جا بزنه و خود خوب لابی بکنه و خود از بحران ها نجات بیته و بالای افغانستان, افغانستان, افغانستان حاکم صورت قطع نتونستن بله حالا می خویم مطرح که اخیرا اند نگرانی نشان داده که بنابر خروج نیروهای ناتو از افغانستان, افغانستان، آینده افغانستان خوب دیده نمیشه و کمک های خود بالا حالت تعلیق یا سرمایه گذاری های خود مورد بازبینی قرار داده فکر میکنین واقعا این مسئله است یا نزدیکی افغانستان با پاکستان باعث شد تا هندوستان به نحو خود را در آشیا ببینه و با این روی کرد متوصل شود باور ما است دولت مردای افغانستان روی هم رفته لاف عقل بیزنن و دانشمند هستن آگاه هستن میدانن ما باورم به با این نیست که ما در مناسبات با هند و پاکستان جانبی یک چیزی را بگیریم ما با باید ما با هندوستان دوستی بسیار سابقه داریم با پاکستان و به عنوان یک کشوری همسایه در تعدیل روابط و در, تعدیل خواسته ها باید ما کنار بیاییم به دلیل از اینکه پنج حلقه را که در سیاست خارجی خود دکتر اشرف غنی مطرح کرده اگر مناسبات به اون شکل تکدر رابطه ادامه پیدا بکنه ما شاهد جنگای نیابتی بیشتر پاکستان می باشیم و بیشترینا اینه ضربه ما افغانستان متحمل می شود ببینین حالا <تصوح> 20 هزار مدرسه در پاکستان ساخته شد تا در سی سال به افغانستان ملا تولید بکنه این همی از این زهری است که افغانستان این مشکل می آقای رحیمی چرا دو نسخه برای افغانستان داده میشه یک داشتن رابطه با پاکستان و یا داشتن رابطه با هندوستان چرا افغانستان ابتکار اقلانیت سیاسی رو در دست نداره و خود عمل نمیکنه در خب ما داریم به میسم ترکت میکنیم دیگه یعنی بعد از 13 سال افغانستان به تازگی دکترین امنیت ملی افغانستان استراتژی امنیت منطقه افغانستان در شورای امنیت ملی در حال تدوین است آماده شده یعنی بعد از 13 سال ما تا 13 سال سند به نام سیاست خارجی افغانستان نداشتیم بله بله بل. متاسفانه کمکاری در گذشته بوده عالی داریم مرکت میکنیم به سمت تهداب از گذشته شده هر قدم که دیر شده باشه ولی ما باید از ابتکار خوب باید حمایت بکنیم و در ابتکار ما تعاملات خود با هند و پا... آ... پاکستان بر اساس اولویت های امنیتی و اقتصادی باید از نو تعریف کنیم در این تعریف نو طبیعی است که او تعاملی که ما با هند داشتیم در چند دهه گذشته به میزانی از او سطح کمی کاسته میشه به نفع پاکستان حالا به چین و پاکستان سفر میشه و به هندوستان سفر نمیشه شما چی فکر میکنید که هندوستان در این بازی چگونه خود را پیدا می کند؟ درست است یکی از انتقادات جدی که هندی ها و مشاور امنیت ملی بعد از سخنرانی مراسم تحلیف رئیس مرغنی غنی داشتن این بود که در حلقه های پنجگانه سیاست خارجی حکومت وحدت ملی جایگاه هند مشخص نیست پاکستان در سطح اول در حلقه کشورهای همسایه و هم جهان اسلام قرار می گیره در سطح دو ولی هند جزو کشورهای منطقی بسیار در حالت حاشیه‌ای طبیعتا ما باید بتوانیم اعتماد لازم را برای هندی ها ایجاد بکنیم که. که چه دیپلماسیه این دیپلماسی مشکل است یعنی ما باید بتوانیم ظرفیت های دیپلماتیک خود را در اینجا نشان بدیم هم. که چگونه می توانیم بین دو رقیب استراتژیک در منطقه این هند و پاکستان به نوعی تعامل به وجود بیاریم که هم هندی ها سر تعاملاتشون به بلاست تاریخی با ما داشتن هم. در یک حد, حد مطلوب حفظ بکنن باعث پزدگی مثل می واکنشی که در مورد بندر چابهار داشتن با این مواجه نشیم هم پاکستانی ها اعتماد پیدا کنن که افغانستان به نوع سیاست اقلایی در سیاست منطقه روی آورده به او دلیل ببینید وقتی ما تعامل ما با هند بسیار گسترده بوده ام. حال با پاکستان بسیار منفی حالی که داره این کم واری بیلانس ایجاد میشه به نظر میرسه که ما از هندیا داریم دور میشیم اما نه این ذهنیت نباید ایجاد بکنیم ام. ما با این روابط دوستانه و تعاملات دیرینه خود حفظ بکنیم اما سطح تعامل با پاکستان باید به حدی ارتقا تشکر با توسل به کدام روی دیپلماتیک و با چه وای سیاسی ما باید به این نکته بپردازیم تا حداقل تصور ایجاد داشته در ذهن هندوستان که در آشیه قرار گرفته و در حلقه دوم سیاست خارجی افغانستان کمان رابطه با کشورهای منطقه است در روی یک جای خوب را داره دا اصل معروفی که در دیپلماسی یا در سیاست هست امی است که یا روابط که اما دوستهای دائمی وجود نداره یا دشمن دائمی بلکه منافی دائمی وجود داره و فکر میکنم که وقتی که شما یک کشور را میبینین که سه میلیارد دلار یا بیشتر از سه میلیارد دلار میاد شما را کمک میکنه اما کشور دیگه چند پیمانه از میاره برای تخریب کشور شما مصرف میکنه این باید مشخص شود که شما با کی چین و رابطه ای باید داشته باشین اینالی میشه که یعنی پاکستان و هند درست است که در افغانستان این یک میدان رقابت برای خودشان میبینن اما دولت افغانستان میتاانه با رویکردهای خوب با یک دیپلوماسی فعال و خوب و بسیار تشویقکننده میتانه ک مثا هم پاکستان مثا اطمینان بته که داشتن رابطه با هند به معنا نیست که عله منافع پاکستان است <تصفح> یا به هند ای قناعته فراهم بکن داشتن رابطه ای خوب با پاکستان این به این ای معنا نیست که ای علی سال علی, سال چی علی هند و علی هند استفاده شود ما 13 سال به یک وحدت نظر در ارگ ریاست جمهوری دست پیدا نکردیم تا دیپلماسی افغانستان در رابطه به اندوستان چی میشد ما تعریف میشد ما یک سیاست خارجی مدون که در او اولویت ها و اولویت ها تعریف میشد نداشتیم پس این قناعت یک دیپلماسی مدون میخواد که ما نداریم چگونه باید این قناعت را به وجود آورد خب ما فکر میکنم که این خب با هند یعنی بعض سیاست ها اگر مثلا این کتبی هم نبود در بسیار جا از بعضی چیزها شاید کتبی نباشه اما شما در تطبیق و در عمل میبینید چیزی وجود داره یعنی ما در 13 سال گذشته شاهد هیچ نوع تنش شما با هین نیستین یا مثلا موافقه نامه استراتیک باش دارین موافقه نامه تجاری باش دارین موافقه نامه فرهنگی باشان دارن ده دا موافقه اما نامه دیگر اینا میگن و با... کمک های خود بالات تعلیق در پروژه های خود را مورد بازبینی و غور قرار میده این هم خب نوی بازبینی روابط خب است خب من فکر میکنم که به خاطر از اینکه خب سفر مثلا رئیس جمهور افغانستان تا صورت نگرفته یا در مساله تسهیلات یا که بود فکر میکنم صحبت تلفنی را که رئیس جمهور افغانستان چند روز قبل با نخست وزیر هند داشت پس دارن که میخوان این روابط ترمیم بکنن و هنوز من فکر میکنم که برای دولت ملی یک مقدارش از زود باشه که قضاوت بکنیم که واقعا اگر دولت افغانستان یا دولت وحدت ملی میخواد که هند با شب برانه فکر میکنم شاید اونطور نباشه شاید انوز مطالعات جریان داره بررسی از جریان داره قسمی که آقای رئی میگفتن این میخوان که یک سیاستی را تدوین بکنن من مطمئن هستم که در اونجا جایگاه هند مشخص میشه پس بعد به می که ما بفهمیم که کی برای ما چقدر کمک کرده میتونه کی ما, ما... کی ها را چقدر کمک کرده میتونیم و چین و پروژه های مشترکی را به وجود میتونیم بیاریم که ما امی بازی که وجود داره به با یک بازی برد برد باشه و با یک بازی همکاری و روی همکاری وجود داشته باشه فعلا بین دو کشور امی ما را که نام میبریم یا در یک رقابت به سر میبرن اما این کار دولت افغانستان است که با یک دیپلماسی فعال بتونه که این ای, ای وضعیت تغییر بده به نفع همه کشورها و بله. مثلا نگرانی را که هند داره میخوام نقطه عرض بکنم که او هم نگرانی شدی دارن که خب به اینجا جا افراتیت وقتی که رشد میکنه و انکشاف پیدا میکنه و توریزم انکشاف پیدا میکنه این میتونه که منافع هندم هم تعدید بکنه طب. دولت افغانستان با پاکستان باید تمام مسائل اگر مثلا درست مطرح بکنه و این پاکستان اگر واقعا مثلا ضمانت های لازم بر دولت افغانستان بده که واقعا دیگه میتونه در افغانستان امنیت تامین بکنه و مثلا گروهی را که به نام داعش یاد نشه یا دیگرا باز جایگزین طالبیا نشه اگر پاکستان میتونه این کارو بکنه این به نفع و به افغانستان هم است به منطقه هم است و دولت افغانستان باید این را برای کشور منطقه توضیح بده تا 13 سال پاکستان زمانت های لازم را برای افغانستان نداره همواره با نگاه دو و چند بودی به افغانستان نگاه داشته سیاست ایمالی و سیاست ایلامیش جدا مطرح بوده حالا افغانستان هم اختلافات نسبت به روابط یعنی دو رهبر هم اختلافات نسبت به روابط با پاکستان دارد حتی در ادبیات اینا معلوم است چگونه میشه ما این زمانت های لازم را از پاکستان به با دست باور ما ما نمیتونیم زمانت به دست بیاریم از پاکستان الا ای که پاکستان فعلا در برابر پدیدای تروریستی خود داره زمین گیر میشه یکی این مسئله شاید پاکستان را به این متوجه ساخته باشه که باید امو ساختارای تروریستی که در پاکستان شکل گرفته و برده دی منافع پاکستان عمل میکنه او در مساعی با افغانستان بتانه قلاقمه بکنه در مجموع تا زمانی که ما با پاکستان روی مسئله دیورن توافق نکنیم در رابطه به اون که استراتژیکی که پاکستان داره نسبت به اون مسئله بنا و کدام حوادث قوی پاکستان انتاف پذیر نشود و با باور ما مشکل است که ما به این روش های مقطعی که به ما چراغ سبز نشان می باور بکنیم به با دلیل از ای که اونا منفعت بسیار کلان تعریف شده دارند در افغانستان و در زمان سردار داوود قرارداد امضا شده و در او قرارداد تصریح شده که باید بدون کدام معطلی کاروان مال و تجاری افغانستان به بنادر هند انتقال داده شده و خسن. پاکستان قطعا دو دستور نداشت چهار سال به این طرف موافقتنامه ها امضا شد جنبه الزامی پیدا نکرد او او موافقت او وقت پاکستان کاملا ناتوان بود او تطبیق نشد ما بعد از او هر نوع موافقتنامه نامه هایی که صورت گرفته تا به اکنون تطبیق نشده مثلا وسایت پاکستان بسیار آزادانه به تاجیکستان تردد میکنه اما از ما به نادری هند نمیرسه به این اساس این مشکلات خدمات با اونا داریم اما ناگزیر هستیم همسایه است باید با همسایه کنار آمد نه ای اما ای نه که تنها ما کنار بیم اونا هم باید کنار اونا هم باید, باید آورده کنار شوند بله باید, باید, باید کنار آورده شوند اما این در حالتی میشه که ما قوی باشیم خب حالا ب... پاکستان توانست تا 13 سال ما را کنار بیاره اما ما با وجودی که وحدت نظر هم نداشتیم و تلاش های را انجام دادیم ما نتونستیم که به پاکستان را کنار بیاریم موتر اونها تا تاجکستان میره از رای ترانزیت افغانستان موتر ما تا تورخم نمیره و می رقم اونا دست بلند در سیاست های خود در مورد افغانستان داره و افغانستان همیشه با روی کرد تزرو با اونا برخورد کردن خب، حالا ببینین فکر کنیم که یک ما پاکستان مال تجاره را نگذاشت به افغانستان بیایه یا مواد اولیه یا ادویه یا همه روازی... که میرن پاکستان چی ای... مشکل در افغانستان خواهد آمد و این به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده کرده مثلا من استفاده کرده چون ما متفرق هستیم م. هرگاه ما به یک اجماع برسیم که اونو منافع ملی ماست و همه کس به طرفی از او ببینه و به با او باور حاصل کنیم یک دیگه خود باور بکنیم و خودم باور داشته باشیم در دا این حالت است که ما باز در پاکستان ضعیف نمیم که تا این مسئله آرزو و آرمان است در افغانستان آقای رحیمی رئیس جمهور قرار است سفر به اندوستان داشته باشه در این سفر حامل چه پیام در چگونگی تعریف افغانستان با اندوستان خواهد داشت؟ بحث مهم اینجاست رئیس جمهور باید بتواند هندی ها را قانع بکند که تعاملات افغانستان با پاکستان به معنی تهدید هند است هندی ها منافع پایدار اقتصادی در منطقه دارند به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و یک قدرت بزرگ سیاسی در منطقه آسیا در حال ظهور هستند رقابت هایی را با چین دارند طبیعتاً بلازا امنیتی و نظامی با پاکستان و دوست دارند که افغانستان کماکان به یک متحد طبیعی برای هندی ها باقی بماند ولی این اتحاد بین هند و افغانستان با توجه به نوع آسیب پذیره هایی که ما از پاکستان داشتیم و مشکلاتی که با پاکستان ها در طی بیش از هفته گذشته داشتیم باید باز تعریف بشه به این معنی که افغانستان میخواهد تعاملات خودش رو با کشورهای همسایه بخصوصا با کشورهایی که مشکلات امنیتی و اقتصادی و تجاری دارد مانند پاکستان رو به یک نحوی بازنگری بکنه حالا خب ما تا 13 سالی کار را کرده پیشنهاد شما چیست چه نکته ها در ادبیات سیاسی رئیس جمهور در این سفر جا داشته باشد تا ما این نگاه را در دوست افغانستان صرفا ادبیات کافی نیست باید اقدامات عملی یا تضمین های عملی را دولت افغانستان بتواند برای هندی ها بدهد که یه اعتماد به وجود بیا. اما ما نگران از این تغییر روی کرد خیلی نیستم هندی ها نشان دادن که در سیاست بسیار خوشمندانه با حوصله و منطقی عمل میکنن هندی ها طبیعی است که الان فشارهایی رو بر حکومت افغانستان میارن برای که دوباره بازگرده به همون نوع تعاملات ظاهرا استراتژیکی با هند و بازنگری کمک ها نخستین اقتاباتش است، به عنوان اهرم فشار بر چگونگی روابط افغانستان دقیقا و همینطور طور قطع پروژه در واقع چابهار و سرمایه‌گذاری در او قسمت به بهانه در واقع خروج اونها به یا مسائل امنیتی اما واقعیتی است که اونها خوشنود نیستند از گسترش تعاملات بین افغانستان و پاکستان اما ما هستیم که بر اساس اولویت های امنیتی و اقتصادی خودمان تجاری خودمان باید سیاست منطقی خودونو رو بازنگری بکنیم که شاید گسترش تعاملات با پاکستان هرچند با آسیب پذیری هایی که دوستانم اشاره کردن وجود داره باید در دا این قسمت ما جدی باشیم اما من فکر می‌کنم هندی ها برای ده سال 20 سال آینده ها با به اینکه رشد اقتصادی برایشان یک اولویت هست کاهش تنش ها در منطقه برایشان یک اولویت هست تروریسم برایشان یک تهدید است سعی میکنن که علیرغم که فشار به حکومت افغانستان میارن اما منطقا وقتی اطمینان پیدا بکنن که این تعامل با پاکستان به معنی در واقع افزایش تهدیدات علیه, پاک... علیه هن نیست کنار خواهد آمدن به مخاطر من فکر کنم ظرفیت از ایرا داریم به لحاظ که برای هندیها. ها بیان بکنیم که ما مجبور به تعاملات بیشتر با پاکستان هستیم اما این تعاملات ما با پاکستان از روی الزامات جغرافیایی و جبر جغرافیایی است که ما با پاکستان داریم شاید در دراز مدت اگر هندی ها متقاعد بشن که پاکستان و افغانستان در حوزه تجاری سیاسی و امنیتی به نوعی تعامل دست پیدا بکنن ظرفیت های جدیدی برای هندی ایجاد بشه هندی که به دنبال توسعه اقتصادی است به دنبال توسعه تجاری است و از طریق افغانستان میتونه با آسیای میانه با آسیای غربی وصل بشه به همون دلیل ما باید این ظرفیت ها رو برای هندیا بازگو بکنیم که گسترش تعاملات بین افغانستان و پاکستان و بهبود تعاملات میتواند این ظرفیت ها رو برای هندی که توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی برایش اولویت است به وجود بیاره اگر ما این ظرفیت ها رو بتونیم ایجاد بکنیم در دیپلماسی اقتصادی ما دیپلماسی در واقع تجاری ما افس... تقویت بشه هندی ها اعتماد پیدا خواهد کردن که که تعامل با پاکستان برای افغانستان می متضمن منافعی برای هند هم باشد خب حالا افغانستان در سیاست منطقی و همسایگی خود با پاکستان و هندوستان همواره مطابق به چشم و ابروی این دو کشور گام برداشته نه مبتنی بر منافع ملی خود چه باید کرد در این سفر که رئیس جمهور که این گام ها را مبتنی بر منافع ملی خود نه در واقع چشم و ابروی هندوستان و پاکستان که خم یا پیچ میشن برداره چه باید کرد ما فکر میکنم دقیقا سوالی است که هم جانب هندوستان انتظارش داره که از جانب افغانستان بشنون و هم جانب افغانستان از و و و, و, و باید دولت افغانستان و جانب افغانستان و آیت افغانی باید برای هندوستانی ها که بسیار علاقمند هستند که مثلا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن فکر میکنم باید یه اطمینان کامل برایشان بودن مثلا سرمایه‌گذاری را که در مثلا ساختن پوانتون زراعتی که در در قنده هار میخواستن ایجاد بکنن باید او پروژه ها مثلا تحتیل نشه یا پروژه کلان را که هندوستانی ها میخواستن که بالاتر از 100 میلیون دلار در چابهار مصرف بکنی به خاطر زی بود که یا سرمگذاری های کلان مشترک با دولت افغانستان در بخش مادن افغانستان مخصوصا انجام میتن و بعد بسیار از این مواد خام شد به خاطر پروسس از این طریق بره و به به هند به خاطر از اینکه پاکستان داشت مشکلات خل میکرد من فکر میکنم یا پروژه مثلا معدن هاجگک و آهن یا سنگ آهن هاجگک که بیشتر از ده میلیارد دلار بله. و میخواستن سرمایه گذاری و و یعنی سفر ما فکر میکنم جانب افغانستان باید اطمینان برای دولت هند و برای سرمایه هند برای سکتور این اطمینان بده که دولت افغانستان آماده است یا رو بپذیره یا را خوش آمدید بگه و امنیتشان را تامین بکنه که بیاد و دیگه سرمایه‌گذاری هم که علاقمند بکنه و از نظر سیاسی هم برای برای جانب ای این این را تفهیم بکنه و ای را بیان بکنه که بلی. نزدیک شدن با پاکستان به معنای همکاری بیشتر منطقه‌ای هست این به سود کل منطقه است امنیت منطقه را کمک میکنه توسعه اقتصادی منطقه را کمک میکنه و یعنی نه نه نه, نه با این بله، آقای هم وقتی با پاکستان های بحث ندارم آقای سیدی در واقع سرمایه گذاری یا بودجه کشافی افغانستان در حوصله بودجه کشافی افغانستان نیست که به زیر بنای افغانستان بپردازه ده میلیارد دلار و آمدن ده میلیارد دلار در به بنام افغانستان و آن هم سرمایه گذاری روی معادن افغانستان یکی از نکته است که افغانستان را به پا استاده میکنه پس این را باید خوش آمدید گفت چه باید کرد که این ده میلیارد را از این گرفت و ده, ده میلیارد دیگر دیگر کشورها را ترقیب کرد تا اینجا سرمایه گذاری بکنند تا اینکه از ما کنار برند دقیقا ببینیم دو بازیگرها کشورها را معمولا ساختند یک رهبرای سیاسی خوب و یک متشبسین یا سکتور خصوصی خوب یا انترپرنر یعنی دولت افغانستان کار را که انجام میده مثل بسیار کشورهای خوب دیگره که مثلا دوبه می‌بینید یا بسیار کشورهای دیگره اینی مثلا سنگاپور یا کوریا جنوبی یا دیگر این دولت باید یک قوانین و مقررات خوبه و پالیسی های خوب تر بکنه که او سازگار باشه و ممید باشه برای سرمایه گذاری و یا و بستر خوبه برای سرمایه گذاری و تجارت یا فعال بکنه و بعد تا سرمایه گذار و سکتور خوصی بیای سرمایه گذاری بکنه این کاری است که دولت افغانستان میتونه انجام بده و این کمپانی های کلان بیای سرمایه بکنه و این تجربه است که در جای دیگه دنیا این تکرار شده دولت افغانستان فکر میکنم که دونجا این ایت مینان میتونه برای تمام اما تا چند ماه قبل ما شما میشنیدیم که قرار قرارداد مدنی آجگک این نیاهی شده دولت قبلی افغانستان حکومت قبلی را منظور کرده و آماده بودن که بیاین اولا سرمگذارشان آغاز بکنن یا کمپنی دیگه که نام کمپنی کلگول در کانادا است اما و منتظر ازی بودن که قانون مادن افغانستان در پارلمان افغانستان بود و ببینن که آیا تغییرات دی ای قانون مادن نمیایه اینمو یعنی کاری است که دقیقا دولت باید مکلفیت داره که یک بستر مناسبه به وجود بیاره و تا سرمایه‌گذار بتونه به خوبی سرمایه‌گذاری بکنه بعد از وقفه کوتاه زود باز می‌گردیم سلام مجدد بازم خوش آمدید آقای آرمند مشرف در, در مصاحبه که با گاردین داشت به سراحت میگه که چون آمد کرزه روابط نزدیک با هندوستان داشت و منافع هندوستان به نحو منافع پاکستان را در جغرافی بنام افغانستان تهدید میکرد بنان ما از ابزار افرادیت استفاده میکردیم فکر میکنین که در فصل جدید هم امین فشار بر حکومت افغانستان وارد نیست که اگر روابط با هندوستان نزدیک شد باز هم فشار تند پاکستان خواهد بود؟ و باور اونا برنامه دارن برنامه مدون دارن در هر مقطه حرفاشون مشخص برای برنامه هست مشرف امروز اینطور میگه فردا دیگر رقم میگه پس فردا دیگر رقم میگه خاص به خاطر تطبیق اون اهداف برداشت میگه. شما از این اظهارات چیست برداشت من این است که خب آفتاب با و انگشت و مش پنهان نمیشه پرویز مشرف یا دارای پاکستان در طول تاریخ با ما مناسبات خوب نداشتن بنا به اینکه ما اختلاف داشتیم با اونا و عالم اختلاف وجود داره در ناگزیری یا با دوستان مروبت با دشمنان مدارا در این چوکات ما باید امرای از یا پیش بریم در غیر از او بیشتر متضرر میشیم چگونه باید پیش بریم و چگونه میشه که با اردو کشور نزدیک شد و منافع خود را در روابط و تعامل با اردو کشور تعریف کرد روش های امتحانی باید بوده باشه. با پیش شرط ها بله بقیده روش های امتحانی بوده باشه مشخص گام ها عملی برداشته شده اما مذاکره های افغانستان با پاکستان تا ۳ سال چارچوب هایش الزامات نداشت یعنی زمانت اجرا نداشت خیلی از جانب افغانستان شکرنده بود و از اون طرف برنده طبعا چون تضمینی وجود نداشته پاکستانی پاکستانیا اون من نسبت به افغانستان همیشه تاوری میبینن که روانشناسی افغانها را رو قسم میخوانن که با اینا برخورد عاطفی بکنی یا را خوب پذیرایی بکنی خوب قدر بکنی اینا گویا چی هستند و میشکل شکل خوش میشوند در حالی که رئی دور دکتر اشرف غنی گفت که ما شما یک تایم لاین داشته باشیم ویلا کدا چقدر وقت شما این نمی چیزایی که ما با شما گفتیم برای بله. اما عمل اما آقای غنی این تایم لاین ها رو بسیار زیاد گفتن تا 45 روز گفتن کابینه معرفی میشه که حالا نزدیک به 5 ماه که کابینه تکمیل نشده گفتن که ما تا پنج ماه از عملکردهای خود پاسخگو به پارلمان خواهیم بود تا کنون حکومت را نساختن این وعده ها در شعار باقیسته حالا خب البته در عدم اسبابی که لازم بود که باید این برنامه تکمیل می شد افغانستان مشکلات خود در افغانستان کشور کامل نیست استثنایی است حالا شما در هر بود افغانستان مطالعه بکنین مثلا اکثر همین یعنی توافق نامه که افغانستان با کشورها داره نخونده امضا شده وقتی که میارن او پس اورا میبینن که والا این متویه تزیقش میدن سنگه بیرون بکشیم یک آلم خلق میکنن یعنی افغانستان باید در قبال این مسائل بسیار طور نگرانه از حیث حقوقی سیاسی در قبال قضایات طوری برخورد بکنه که سببی از این نشوه که افغانستان از لحاظ فکری به ثبات تثبیت کنه تشکر آقای رحیمی فکر میکنین که افغانستان در اون موقعیت نیست که با این دو همسایه یا با همسایه خود به نام پاکستان و در کشور به نام در منطقه بازی را مبتنی بر اصل پنجا در پنجا بازی بکنه یا در واقع امیر رقم یک دیپلماسی و خرد سیاسی تا کنون شکل نگرفته خب لازم نیست و درست هم نیست که ما پنجاه در پنجاه بازی بکنیم ما بر اساس اولویت های امنیتی و اقتصادی خودمون باید سهم هر کشور رو در سیاست خارجی خودمون در منافع اقتصادی و امنیتی خودمون تعریف کنیم بر مبنای از شاید سهم پاکستان 60 باشه و سهم این مثلا سی باشه یا 20 باشه به این منظور ما هنوز در ابتدای راهیم که تشخیص بدیم که منافع اقتصادی ما با پاکستان به چند اندازه است با هند به چند اندازه است. تجارت همینطور امنیت ما چقدر به پاکستان اما 13 سال هم ما در را بودیم حالا هم در آستیم چرا ما حداقل در نصف راه و کمر را نمیرسیم خب ما هر چقدر هم که زمان بگذارد تا اراده ای برای حرکت برای سنجش و ارزیابی وجود نداشته باشد در نقطه صفری قرار داریم حالا فکر میکنید این اراده وجود داره همین که ما اقدام کردیم برای از که گفتیم دکترین امنیت ملی سند از راجی امنیت ملی رو ترایی بکنیم چیزی برای ارزابی وجود دارد شما... یک پرسش دیگر آیا وحدت نظر میان دو رهبر در فصل بنام پاکستان وجود دارد؟ مشکلاتی وجود دارد در درک تعاملات بین حکومت وحدت ملی با پاکستان اما امکان اقناع بین دو رهبر بر اساس اولویت‌های ملی وجود دارد وقت ما وحدت نظر میان دیده دو رهبر تا کنون شکل نداده این فکر میکنین که داشتن رابطه با پاکستان و یا پررنگ شدن و کم رنگ شدن چی معنا میکنه اونا متوقف ما نیستن یعنی اینکه روابط ما با پاکستان با هند و مشکلات و آسیب های امنیتی و اقتصادی و تجاری ما متوقف ای که حکومت وحدت ملی چه میکند نمیماند و اونا حرکت خود دارن ما مجبوریم که از یک سطح شروع کنیم سطح اول سطح ریاست جمهوری است که در تعاملات با پاکستان و هند و بر اساس حلقه های در واقع سیاست خارجی که پالیسی های کلان را رئیس جمهور افغانستان تعیین میکند ما حرکت کردیم ممکنه در این قسمت لنگش ها و در واقع لرزش هایی را داشته باشیم اما ما در مسیر حرکت میکنیم که به نظر میرسد درست است اما درست نقطه مهمی است که ما نتانستیم وحدت نظر را تایی 13 سال میان چار فرد رده حوال حکومت به وجود بریم حالا همین این اختلاف نظر هم در مورد پاکستان هم در مورد هندوستان میان دو رهبر وجود دارد در ادبیاتشان قابل فهم و دید است این در چگونه میشه ترمیم کرد؟ خب این نیاز به گفتگوهای بیشتر بین دو رهبر حکومت وحدت ملی و همکارانشان در مورد شکل به یک سیاست منسجم در تعاملات خارجی دارد از آنجایی که شورای امنیت ملی افغانستان گفتیم اقدامات روی دست گرفته در قسمت اما این اقدامات هنوز در سطح در واقع مجموعه نخبگان سیاسی کشور پخته نشده ام. هنوز در واقع به یک انسجام نظری و عملی دست پیدا نکرده اما آغازی است برای یک مرحله جدیدی که ما در گام می‌گذاریم و گفتیم حمایت بخشی از نخبگان سیاسی جامعه افغانستان رو داره به لحاظ در واقع تئوریک و به لحاظ عملیاتی نوع اقداماتی که ما امروز در سطح منطقی بر اساس چینش پنج حلقه سیاست خارجی انجام میدیم دارای یک منطق در واقع سیاسی هست دارای یک منطق امنیتی و اقتصادی هست اما اینکه آیا واقعا درست است ما تازه باید بعد از پنج سال یا دو سال دیگه تجربه کنیم که آیا مشکلات از چی بوده نقاط قوت و ضعف از چی بوده ما مجبوریم گفتیم 13 سال گذشته حرکت نکردیم خب حالا چی زمانت وجود داره که تا پنج سال دیگه وقت هیئت حاکمی جدید مه بعد این پنج حلقه کنار نره و حلقات دیگر پیش نبه. او برمیگرده به خط خط سیر و قلایی که در سیاست افغانستان به صورت ممتد باید وجود داشته باشد نخبگان سیاسی کشور افغانستان باید به درجه از هوشمندی و اقلانیت سیاسی دست پیدا بکنن که تهدابی رو که گذاشته میشه تکمیل بکنن این خراب سال فکر میکنین که اصل تداوم خردمندانی قدرت سیاسی در جغرافیای بنام افغانستان وجود داشته؟ اگر نمی بود ما امروز سطح تعامل ما با پاکستان با هند با با کشورهای همسایه در امتداد مسیری که در گذشته داشتیم اصلا قابل تعریف نبود اما تا 13 سال ما نخستین خشت شما فرمودین که نخستین خشت را در سیاست خارجی تازه میگذاریم این به چه معناست در گذشته ما دیواری رو در حوزه در واقع ساختمان سیاست خارجی افغانستان داشتیم ما کج بوده بنابراین هر چقدر که دیوار به پیش بره کج پیش خواهد رفت اما ما تلاش میکنیم که یک مسیر جدیدی رو در سیاست خارجی افغانستان نشه خب حالا چی زمانت وجود داره نظر به گفته های آقای رحیمی که دیوار نوره که در سیاست خارجی افغانستان ما احداث میکنیم یا ایمار میکنیم که این دیوار کج نباشه و به سرایان نرسه با فکر میکنم که این وقت میتونه که کار صورت بگیره که در دستگاه دیپلماسی افغانستان، در وزارت خارجه افغانستان، در شورای امنیت ملی افغانستان و احزاب سیاسی که وجود داره با پارلمان مملکت با تمام اخشاری که در جامعه این به عنوان روشنفکر و صاحب نظر و خبرگان یا اصلا مشوره کامل صورت بگیره گذشته افغانستان و رابطه افغانستان با کشورها مورد مطالعه قرار بودن تجاربی که در منطقه دیگه کشورها با کشورهای دیگه دارن تجاربی که در دنیا وجود دارد کشورهایی که در مناطق شانمی جنجالا بوده بسیار کشورها متناسب مشکلات حل بکنن در بسیار جای دنیا این توان اما شرایط افغانستان را نظر گرفته اگر ما تمام این مسائل بسیار مدبرانه و بسیار دقیق و سنجیده مورد بررسی و بازنگری بگیریم میتونیم ما که یک سیاست خوب تدوین بکنیم و او سیاست مبتنی به ای باشه که توان افغانستان یعنی اما قسمی که رئیس جمهور افغانستان گفته که در پنج حلقه سیاست خود تعریف بکنه که با کشورها رابطه دوستانه را تمین بکنه بعد در روشنایی همین سیاستی که بعد از این مطالعات و مشوره همه جانبه صورت میگیره و به وجود میایه بعد میتونن که وی در واقع مو اجماع ملی هم به وجود می و مطابق قضو پیش برن و فکر می کنم کی که باشه که یکی از مشکلات کلیدی در دولت گذشته هم این دولت گذشته هم سیاستش اینقدر بد نبود با منطقه <applause> خیلی بهترین سیاست داشتن درست در اواخر با حالات متحده آمریکا یک مقدار خراب شد و با پاکستان هم <applause> سیاست حتی دولت قبلی بسیار بد نبود اما وقتی که دیدن که هر چی برش امتیاز دادن باز هم از او امتیازات سوء استفاده کرد و اینی با دولت افغانستان هم کار نکرد یا یک مقدار بدبینی های خود باش داشتن و به اعتمادی های زیادی به وجود آمد عالی فکر میکنم که اونو وقتی رسیده که دولت افغانستان اینی از گذشته باید درس بگیره و وضعیت فعلیش هم باید مطالعه جدی بررسی بکنه و امی اجماع ملی به وجود بیاید به که زیاتر وقت های سیاست های دولت ما محکوم به شکست شده به خاطر از اینکه اول از خود درون مملکت رو شکست دادن م. یا نهادها یا جامعه مدنی ها اگر وقتی که در داخل مملکت یک سیاستی رو را به وجود بیارن که او واقعا پشتیبانی مردمی را داره اکثریت قاطبه مردم افغانستان رو حمایت بکنه چه کسایی که در درون نظام هستند در, در پارلمان افغانستان هستند در دانشگاه های افغانستان هستند در جامعه مدنی هست اگه وای حمایت بکنن من فکر میکنم که دیگرها هم به او یک مقدار به احترام خواهد گذاشت. آقای یارمن سفر به هندستان در آینده نزدیک صورت میگیره. افغانستان با آیت به هندستان خواهد رفت و در واقع بینش سیاسی خود را در امون حلقه که در منطقه تعریف کرده به اونا شریک خواهد ساخت چه نکته ها از دید شما در اینجا جا داشته باشه که قناعت اندوستان را فراهم بیاره ببینید ما با هند یک دوستی انانوی انعنو، داریم که هیچ نوع کدام خدشه در رابطه ما وجود نداشته و حالا که دکتر غنی به پاکستان رفت و در اوجا با اونا توافقات انجام داد دولت هندوستان شاید باور نمیکنم که در او حد شک کرده باشه که تمام کمک های خود به حالت تعلیق در بیاره اما به نحوه فشار وارد کرده خب طبعا خوب مناسباتی هست که باید این کار انجام بده و این حق دارن که به رئیس جمهور غنی بده از بگه که با اونها چه نوع مناسباتی و من باور به با دارم که اینی دلایلی ای خیر خواهد کرد که قناعت از ور فراهم میکنه. به خاطری از اینکه افغانستان کشوری نیست که پاکستان یا هندوستانه در مناسبات خود بگونه ترجیح بده که او سبب یازی شده که گویا که طرفدار این باشه یا آن باشه. و تعدیل روابط را به شکل درست تعریف. بود. بله. الا برداشت شما چیست؟ در حلقه سیاست منطقی خود رئیس جمهور غنی به کدام نکته ها تمسک بکنه تا باور هندوستان را نسبت به چگونگی روابط فصل جدید سیاسی افغانستان با کشور تعریف کنه من فکر کنم سه پوینت رو یا نکته رو مرش اشاره کنم. آش... بله روی زی دقت بکنید جوابش رو خودتان خاطر یافتید هند در نظام ملل به کشوری در واقع نامیده میشه یا در واقع محسوب میشه که بسیار خونسرد سرد است کمتر در واقع دیدین که هند در مسائل بین المللی دست و دل بازی بکنه یا کمک بکنه چرا به افغانستان 3 میلیارد دلار کمک کرده حتما منافع امنیتی و سیاسی رو در افغانستان داشته و حال چرا و واکنش آمده؟ میده به خاطر که احساس میکنه که او منافع امنیتیش در رقابت با پاکستان به خطر افتاده پس اینجا ما دیر در نظر بگیریم که روابط ما با هند یک روابط استراتژیک و دوستانه نبوده بلکه هندی ها منافعی داشتن در افغانستان و به خاطر اون منافعشون اینجا هزینه میکردن منافع امنیتی خوستن حالی ما داریم این منافع امنیتی رو از طریق در واقع پاکستان تامین میکنیم پس هند حساس میشه پس برای ما مهمی است که داریم در مسیر درستی عمل میکنیم که هندی ها با جایگاه خود در سیاست خارجی افغانستان در وضعیت مطلوبش بیابند به این معنی که ما بودیم که در گذشته بیش از آن چیزی که باید به هندوستان در سیاست خارجی بها میدادیم ولی از طرف آسیب میدیدیم از طرف پاکستانی که باید با یک سیاست منطقی وصولی میداشت میرزا محمد یارمند موین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه و سیدی سعیدی استاد دانشگاه بسیار تشکر از زورتان در این بس. در پایان از شما نیز به هستم که این بحث حوصله مندانه نگاه کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار